هر چیزی که خدا گفته حرامه، به گفته علما یکی از این سه علت داره، هر حرامی یا نجسه و از نجاست کسی به طهارت نمیرسد، و هر چیزی که خدا گفته حرامه علما میگوین یا ضرر محض و از ضرر و زیان کسی توانمند میشود، و چیزی که خدا گفته حرامه بزرگان دین میگویند یا فساده و از فساد کسی به صلاح نمیرسد، کسی از شراب به صلاح و تقوا نرسید است. چون خاصیت شراب فاسد کردن عقل و روح و روان و جسم و جامعه و معنویات است. به حلال خدا رو بیاوریم، در حلال خدا کفایت هست برای من و تو و فرزندان من و تو و جامعه من و تو و دنیا و آخرت من و تو. خیری در حرام نیست، اگر خیری درش بود خداوند اونو تجویز می کرد. این همه روسیایی و رسواهی در جامعه اسلامی داره می بینیم به خاطر این که نعمت حلال خدا را پایمال کردن و نعمت حلال خدا را پشت کردن، کفران کردن، و حرامی که خدا حرام کرده و رسول به حرام جلوه دادند و با حرام تعامل کردند و حرام و رونق بخشیدن، در نتیجه حلال خدا از دستشون رفت. امروز مرغی که حلاله، چیزی به اسم آنفلانزای مرغی پیدا شده. میلیون ها مرغ حلال امروز ممنوعه که ما بخوریم، چون کشنده است. وقتی به حلال پشت میکنید، خداوند همون حلالم بر تو حرام میکنه. به ایران خودمون هم رسیده، مصر که فلج شده، میلیون ها مرغ حلال در مصر دارن نابود میکنن، به خاطر که رایت شده همین بیماری آنفلانزای مرغی در مزارع پرورش مرغ مشاهده شده. از اون طرف هم قیمت گوشت بالا می رود و ماهی بالا می رود، چون مرغی که همه می تونستن بخورن دیگه آنفلانزای مرغی دارد. وقتی اسراف می کنید، وقتی به حرام احترام قائل می شوید، وقتی حرام خوری می کنه یک مسلمانی که با حیات باید حلال خوری بکنه، وقتی حلال خدا را بی حرمتی می کنه و اعتنایی به حلال نمی کنه، خداوند دیگه همون حلال رو برای اون مسموم می کنه. حالا چی کار میکنید؟ شراب میخوره، محرمات خدا میخوره، ربا میخوره، پولش زیاد شده، حالا مرغ نمیتونه بخوره. گوشت هم همین خاصیت داره. الان کم کم میگو و ماهی هم داره فاسد میشه. نه تنها میگو و ماهی پرورشی الان خاصیتی نداره، بلکه الان ماهی دریا هم اکثر ماهی ها بوی نفت میده. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. فساد و قحطی ظاهر و آشکار شد در بر بحر، در خشکی و آب، به خاطر کسب دست مردم. این نعمت خدا دادی چیزی به اسم جنون گاوی هست در دنیا. این گوشتی که خدا حلال کرده، اینا میدونه علتش چیه؟ بی حرمتی به حلال خداوند هست. مسلمان کم کم خون و پوست و گوشت و استخوان و فکر و روح و روانش کم کم داره با حرام نشأت پیدا میکنه، از حلال خدا فاصله گرفته. شراب آمده تو زندگی مسلمان ها. بعضی مسلمان ها دیگه سر سفره میذارن، بعضی مسلمان ها شراب میخورن میگوین به سلامتی خدا پیک میزنین. مواد مخدر که از همه طرف بیدار